حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. جوزف بورل، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در تماس با عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، اعدام حبیب چپ، تبعه سوئدی ایرانی تبار را به شدت محکوم کردم و از ایران خواستم جمشید شارمهد، آلمانی ایرانی را اعدام نکند. من تأکید کردم که ایران باید به حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین پایان دهد و از استفاده ابزاری اتباع اتحادیه اروپا دست بردارد. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا: از زمانی که آخرین بار جلسه داشتیم ما با این مواجه شدیم که تعداد بیشتری از اعضای این پارلمان توسط رژیم ایران تحریم شدند. من اطلاع دارم که افرادی که تحریم شدند این را به عنوان یک مدال افتخار محسوب می کنند. این پیام روشن است که هیچ تهدیدی، هیچ تحریمی و هیچ تلاشی برای ارعاب این پارلمان را هرگز به سکوت نخواهد کشاند. این پارلمان در کنار مردم ایران می ایستد. مایکل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک: من ماها پیش در مورد معامله معلق ایران در رابطه با اسدی هشدار داده بودم. این موضوع از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود. اسدالله اسدی هرگز نباید آزاد شود، زیرا همه ما از این مذاکرات شنیده ایم. ایران خواهان آزادی اوست. ایران در تلاش است که الان یا در آینده برای به دست آوردن این تروریست توافقی ترتیب دهد، توافقی تا او را زودتر آزاد کند. من و حزب من کاملا مخالف هر گونه تصوری است که چنین اتفاقی باید بیفتد. ماریا معلوف، روزنامه‌نگار مشهور لبنانی: کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی 210 سایت و سامانه متعلق به وزارت امور خارجه رژیم در تهران را تحت کنترل درآورد و غیر قابل دسترسی هستند. صفحه اول 210 سایت و سامانه وزارت امور خارجه رژیم آخوندی و سفارتخانه های وابسته به آن در کشورهای مختلف جهان با تصاویر و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و رئیسی و درود بر رجوی جایگزین شد. سرورها و بانک‌های اصلی وزارت امور خارجه در تهران نابود شد و ده‌ها هزار سند این وزارتخانه در اختیار کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی قرار گرفت.